دوستان، سواران و یاران عزیز و گرامی، بعد از مدت ها یا هفته ها یا چند روز بسته به اینه که برنامه چه داشتیم، حضورتون عرض ادب و تحیت و تهنیت عرض میکنم. امروز خوشحالم که در خدمت یکی از سروران گرامی، یکی از محققین برجسته هستیم و از محضر ایشون امیدوارم که بتونیم کمال استفاده رو بکنیم. برنامه امروز ما اینطوری که در نظر گرفته بودیم معرفی چند کتاب هست از یکی از دانشمندان شهیر بهایی به نام استاد دکتر هوشیدر مطلق، که من افتخار آشنایی با این شخصیت رو از دوران نوجوانی داشتم و پس از آن هم شاید بیش از 50 سال باشه که روی دلجوی ایشون رو از نزدیک زیارت نکردم، ولی کلام دلنشینشون رو گهگاه این افتخار رو به من دادن که با هم تماسی داشته باشیم و از طریق تلفن با ایشون صحبت میکنم. من وقت رو غنیمت میشمارم و از محضر استاد سبحانی خواهش میکنم اون چرا که قرار هست راجع به چند کتابی که جناب دکتر مطلق در اختیار دوستان قرار دادن یک معرفی بیشتری بشه که آشنایی داشته باشیم با نحوه نگارش ایشون و نحوه تفکر این استاد بزرگ و ارزشمند دکتر هوشیدر مطلق. جناب سبحانی خواهش میکنم. خیلی ممنون از لطف شما. همینطور که جناب مستقیمی بفرمودند، دکتر هوشیدر مطلق واقعا یک محقق، یک نویسنده و یک میتونیم بگیم مبلغ بی‌نظیری هستند و بسیار پرکار و فعال و آثار زیادی هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی دارند. هدف بر این بود که امروز ما در خدمت دوستان دو تا از کتاب‌های ایشون رو معرفی کنیم که بنده در اینجا نزد من هست. یکی کتابی است چرا به این جهان آمده ایم، این جلد اول هست، و همینطور که از اسم کتاب پیداست چون تعداد زیادی از افراد بشری، البته در همیشه در دوران تاریخ اینطور بوده و الان هم اینطور هست، با این سوال خیلی اساسی و مهم مواجه هستند، این است که ما در نظر گرفتیم یک معرفی کوتاه از این کتاب برای دوستان تهیه کنیم و همینطور قسمت‌هایی را بنده در نظر گرفتم که به عنوان نمونه از این کتاب خدمت شما بخوانم. این جلد اول هست. بعد جلد دوم اون کتاب که در اینجا هست اسمش است زندگی با خدا و بی خدا، تفاوت آنها چیست، که دنباله در واقع اون جلد اول هست. از قضای روزگار چون جناب مطلق یک، علاوه بر اینکه یک محقق هستند، یک روانشناس بسیار با تجربه و با سابقه هستند و در دانشگاه های آمریکا ایشون تدریس میکردند، این است که این کتاب از نظر روانشناسی هم بسیار مناسب و موافق درک خیلی از افراد بشری نوشته شده. مزیت دیگر این کتاب این هست که در اینجا برای افرادی که اهل خرد و تفکر و علم و دانش هستند، مطالبی علمی و عقلی با دلایل زیادی ذکر شده و همینطور برای افرادی که متدین به ادیان مختلف هستند، یک مقدار آیات و شواهدی از کتب اونها در اینجا ایشون ذکر کردن که از هر نظر این مقوله کامل باشه.
بنابراین هر کسی با هر مشربی که هست از خوندن این کتاب بهره زیادی خواهد برد. و همینطور این کتاب یه وسیله بسیار خوبی است برای معلمین و مدرسین که مطالب اون را با شاگردهای خودشون در میان بگذارن. حالا با اجازه شما بنده یک قسمتهایی را خیلی مختصر از این کتاب میخونم. انسان تا حق را نشناسد از شناسایی خود محروم است، زیرا باید اول انسان نور آفتاب را ادراک نماید و نور خیش را نیز مشاهده کند، زیرا بی نور هیچ چیز مشاهده نشود. یکی از رویه های این کتاب جناب مطلق این هست که ایشون یک مطلبی را عنوان می کنند و روی اون مطلب شواهدی را ذکر می کنند، توضیحات زیادی را ذکر می کنند، اگر لازم باشه یک امثله ای را و داستانهایی را بهش منظم می کنند و حتی در بعضی موارد ابیاتی از شعرا در اینجا ذکر می کنند به خاطر اینکه اون مطلب خوب مفهوم بشه و جوانبش روشن بشه. یعنی شاهد می گیرن. شاهد می گیرن. بله. بنده فقط قسمت‌هایی را فقط به عنوان نمونه می‌خوانم که دوستان انشاءالله در آتیه این کتاب را ابتدا کنند و خودشون با تعمق بیشتر و دقت بیشتری اون را بخونند. زیرا حل معمای آفرینش را جز در گفتار طراح جهان و خالق انسان نمیتوان یافت. بدون آن گفتار و آن راهنما حتی تصور نگاشتن این کتاب ممکن نبود، تا چه رسد به تحقق آن. در فصلهای بعد مراجع و شواهد بسیار از کتابهای آسمانی خواهید یافت. ما با دو چشم به این جهان می آییم، بدون آنها زندگی سخت دشوار است. خالق ما چشم دیگری نیز در درون ما نهاده، بر ماست که آن را بیابیم، بگشاییم و در پرورش و تکامل آن پیوسته بکوشیم. آیا چیزی از چشم عزیزتر میتوان تصور نمود؟ این چشم سوم دنیایی تازه به روی ما میگشاید، دنیایی بس زیبا و دلگشا که از آنچه به تصور آید برتر و با شکوه تر است. تا این چشم را نگشاییم از دیدن بعد چهارم یعنی جهان جان افزای روح و روان بی بهره ایم. در قسمت دیگر کسانی که میگویند چرا باید از خدا بترسیم؟ از درون مردمان جاهل و غافل و خودخواه و ستمگر آگاهی ندارند. این مردمان سخت دل سخت را تنها ترس از آتش دوزخ از رفتار زشت و ظالمانه باز می دارد. شما به جاده ها نگاه کنید، بعضی از رانندگان قوانین رانندگی را محترم می شمارند و از سرعت مجاز تندتر نمی روند. گروهی دیگر کمترین توجهی به قانون و خطرات تصادف ندارند، تنها ترس از جریمه سنگین و زندان آنها را به رعایت قانون وادار می کند. تنها داروی مردمان خودخواه و سرکش بیم از آتش دوزخ یعنی روبرو شدن با داوری و عدالت پروردگار است. اگر شما این دارو را لازم ندارید اصلا آن را به کار نبرید. در دل عاشقان خدا نشانه ای از ترس نیست. اگر شما قصد خیانت به معشوق خود ندارید
چرا از او بترسید؟ اگر شما به صاحب کار خود وفا دارید چرا نگران باشید؟ بعد جناب مطلق توضیح میدن و مطالب دیگری را در ارتباط با این مطلب ذکر میکنن. در اینجا یک قسمت از آثار حضرت عبدالبها هست که ایشون نقل کردن که بنده یک چند خطی را برای شما میخوانم. آفتابی تابان از خاک پاک پارسیان، ستایش پاک یزدان را که از کشور ایران چنین آفتابی آشکار نمود و از خاک پاک پارسیان چنین دار پرباری نمودار فرمود. دست نیاز به درگاه خداوند بی انباز دراز کنید که ای پروردگار، ستایش و نیایش تو را سزاوار که این کشور خاموش را پر آتش نمودی و این افسردگان بیهوش را به جوش و خروش آوردی. پروردگار پرتو آسمان ها و زمین است، او ما را به سوی خود می‌خواند. اگر ما تاریکی را برتردانیم و روحمان را در پس پرده پنهان داریم، گناه از کیست؟ از ماست یا از آفتاب؟ در قسمت بعدی، اگر خرد به تنهایی حلال مشکلات انسان بود، جهان بهشت برین می شد. خردگرایان و بزرگان جهان گرد هم می آمدن و با یافتن راه‌های خردمندانه حل مشکلات را به ما می آموختند. چرا این اندیشمندان هرگز جهان را به این آرمان بزرگ نرساندند؟ چرا آنها نیز مانند سایر مردمان پیوسته با هم در اختلافند و گاهی در جنگ و جدال؟ برخلاف تصور بسیاری از خردگرایان و مخالفان دین و ایمان، خداشناسی و عشق به خدا از توجه ما به راحت و رفاه جسم ما و شادی ما در این جهان نمی کاهد. از خدا شناس تنها عشق می تراود، عشق به خود و خدا، عشق به زندگانی در این دنیا و عشق به زندگانی جاودانی. احزاب گوناگون جهان در کشور خود پیوسته در جنگ و جدالند. این نمایندگان خردگرا چرا اینقدر با هم اختلاف نظر دارند و برای شکست یک دیگر میکوشند؟ بعد جناب مطلق در این کتاب یک مثالهایی را و یک شواهدی را ذکر میکنند که مثلا در فلان کشور در بین اعضای مجلس چقدر جنگ و دعوا شد تا جایی که به کتککاری و انجام میده و چه و چه و اینها، که مطلب را خوب توضیح میدن. همانطور که رؤسا و پیشوایان مذهبی میگویند دین ما تنها راه به خداست، تبلیغات کاندیداهای مقام سیاسی پر از دروغ و اغراق است. اگر این مردمان خردمند نیستند، پس خردمند کیست؟ طالبان قدرت نیک می‌دانند که برای کسب مقام باید خردگرایی را با دروغگرایی بیامیزند. بنابر نقشه یزدان، جسم ما بنده و خدمتکار جان ماست. اگر نقشه آفرینش را نادیده بگیریم چه خواهد شد؟ بدیهی است خود را خالق شمرده ایم و به اراده خود زیسته ایم، نه به خواست سازنده خود. بنابر نقشه آفرینش ما
جانیم نه جسم. جسم ما جامعه ایست که سرانجام میپوسد و خاک میشود. بنابر گفتار دانشمندان، سلول های جسم ما پیوسته میریزند و از نو ساخته میشوند. آیا شایسته است رمز سعادت و شادمانی پایدار را در راحت و رضایت این سلول ها بجوییم؟ در قسمت دیگر، خالق ما از مشکلات ما بهتر از ما آگاه است. او از پیش راه حل آنها را به واسطه فرستادگانش برای ما می‌فرستد. اگر ما راه او را نپذیریم چه انتظاری داریم؟ در آن صورت مشکل از کیست؟ از ماست یا از خدا؟ سبحان الله، باز هم سبحان الله. انسان از برای تکسب در دنیا به چندین اسباب خود را محتاج مشاهده می نماید و جمیع همش به تحصیل آن متوجه و حالان که به تغییر و فنایش موقن است، یعنی یقین دارد، و حال از برای عالمی که به دوام ملک و ملکوت باید در آن ساکن شود تدارکی ننموده. اینها یک مواردی بود و جملات خیلی مختصری که بنده راجع به این کتاب برای شما عزیزان خواندم. امیدوارم روزی شما خود به این منبع بسیار سودمند دسترسی داشته باشید و اون را هم برای دیگران پیشنهاد بفرمایید. خیلی متشکرم جناب سبحانی نازنین. و اما شما شنونده گرامی، این جناب سبحانی، من و تصور میکنم شما بیننده گرامی رو به یک دشت وسیعی رهنمون شدند و من در این دشت سرگردانم که باید چه بکنم. برای اینکه این معرفی این کتاب تا انسان تمام و کمال اون رو نخونه و در بحر اون فرو نره، شاید اون چرا که نویسنده مورد نظرش بوده به دست نیاد. من در حین خواندن و معرفی این کتاب توسط جناب سبحانی به فکرم رسید که برای به دست آوردن این کتاب که به قیمت فوق العاده نازلی تعیین شده، یعنی حتی میتونم بگم که قیمت تمام شده این کتاب باز ازش ارزونتر به دست شما میرسه، به انضمام این که با اجازه جناب دکتر هوشیدر مطلق که قبلا با هم صحبت کرده بودیم، من از ایشون خواهش کردم که اگر اجازه بفرمایند، چون این کتاب بیشتر باید جوانها بخونن، درسته به زبان فارسی نوشته شده، شواهد تمام علمی هست، ولی جوانها برای کسب معانی و گنجینه ای که در این کتاب گذاشته شده و برای اینکه جوانها مشتاق بشن و مایل باشن که این کتاب رو بخونن، در ازای تهیه هر جلد از این کتاب یک کتاب نوشته استاد هوشیدر مطلق هم به عنوان جایزه، که البته من این کتاب ها رو در اینجا به همین نقل قرار میدم،
جناب مهندس، آیا این میشه شما فیلمش رو هم داشته باشید یا نه؟ به عنوان جایزه علی حال یکی از این کتاب‌ها در مقابل سفارش هر کتابی که اینجا ارائه میشه اینم افتاد خدمت خریداران محترم تقدیم میشه، که البته تمام اینها رو بعدن کارو حضورتون ارائه خواهند داد. علی حال توضیحات بسیار ارزنده‌ای که جناب سبحانی بیان فرمودند، بیشتر حقیقتش من دلم به حال خودم سوخت که اول خیلی دیر من به این منبع عظیم دسترسی پیدا کردم. این یک واقعیتی است، هرچند که با نوشتار دکتر مطلق تقریبا حدودا 20 سال پیش آشنا شدم و در یکی از کتاب فروشی های لس آنجلس اولین کتابی که از ایشون دیدم کتاب آیین بهائی پیام آسمانی برای صلح و سعادت جهانی این بود که این رو تهیه کردم. بعد دیدم این نوشتار استاد هوشیدر مطلق هست، با ایشون چون شماره تلفنش داخل این کتاب هست تماس گرفتم و اظهار آشنایی، و بعد از شناسایی ایشون گفتن که اگر یک دوره، یعنی 8 جلد یا 10 جلد درست خاطرم نیست، از این تهیه بشه قیمتش ارزان‌تر تمام میشه، و چون یک جلسه این منظر ما در اون زمان برقرار بود، خب من بلافاصله این سفارش دادم و این کتاب رو در عنوان هدیه به تنی چند از دوستان تقدیم کردم که یکی از اونهاش خوشبختانه برای خودم مونده. ولی بعداً دکتر مطلق کتاب خیلی زیادی برای من فرستادند که اینها رو به عنوان هدیه ازشون اجازه گرفتم که به تلویزیون کویر یا همون کویر تیوی اهدا بشه و به نفع جامعه به هر نوع که صلاح بدونن به فروش برسه، که باز با اجازه ایشون همطور که عرض کردم در مقابل خرید هر یک از کتاب‌ها که قیمت خیلی ارزانی هست یک کتاب انگلیسی هم هدیه داده میشه. من جمله با اجازه جناب سبحانی کتاب دیگری است به نام بهاءالله در قرآن. این کتاب به بیش از 900 صفحه است و این 900 صفحه با جلد ضخیم به این قطر. معمولا این جور کتاب ها بالای 50-60 دلار است، ولی این کتاب رو من اگر قیمتش رو بگم شاید باور نکنید 20 دلار فقط قیمت گذاری شده. یعنی کسانی که در با نشریات و کتاب آشنایی دارن میدونن که قیمت تمام شده این حداقل 2 برابر قیمت تعیین شده این کتاب خواهد بود. و از اینکه این فرصت رو جناب سبحانی من از شما در حقیقت با اجازه گرفتم و شما رو قطع کردم پوزش میخوام، و مثل اینکه کتاب دیگری هم برای با اجازه شما اگر مطلبی دارید که بفرمایید، و الا اجازه بدید که بنده جلد دوم رو من ازتون خواهش کنم جلد دوم رو بفرمایید، چون من گفتنی در مورد این کتاب ها، یعنی در مورد دکتر مطلق زیاد دارم، تمنا میکنم ادامه بدید و عذر میخوام که علی حال شاید بدون اجازه من شاید نه بسیار بجا بود به خاطر اینکه یک تنفسی هم در بین باشه برای بنده. بسیار خیلی خیلی ممنون. آه
قبلا بنده از جناب مظفر نژاد و همینطور کویر تیوی تشکر میکنم، تلویزیون کویر، که این موقعیت رو در اختیار ما گذاشتن که یک در واقع واسطه‌ای باشه بین ما و بینندگان عزیز که ما مطالب مختصری رو به سمع ایشون برسونیم و این باعث تصمیم جدیدی برای خیلی از دوستان باشه. این کتاب دوم یا جلد دوم هست که دنباله همون چرا به این جهان آمده ایم، آره، به اسم زندگی با خدا و بی خدا تفاوت آنها چیست. در اینجا هم همینطور چون فرصت به اندازه کافی نیست، بنده قسمت هایی را خیلی مختصر خدمت شما میخوانم و انشاءالله تا روزی که خود شما دقیقا و همینطور که جناب مستقیمی فرمودن همه کتاب را مطالعه بکنید و کاملا به نکات بسیار سودمندی را که مؤلف در اونجا مطرح کرده آشنایی کامل پیدا کنید. اگر به چشم طراح روزگار بنگریم، در عالم هستی جز زیبایی و کمال چیزی نخواهیم یافت. ریشه و منشأ نگرانی ها، افسردگی ها و بلاهای این دنیا از بیخبری از نقشه آفرینش ما و سرنوشت جاودانی و آسمانی ما است. درباره زندگانی پس از مرگ، آنچه را لازم است بدانیم خالق ما به ما آموخته است. بر اساس آن آموزه ها می توانیم تا حدی از وضع روحی خود در آن سرا آگاه شویم. بعد از اینکه جناب مطلق این را ذکر میکنن، شواهد و دلایل را هم از نظر عقلی و هم از نظر علمی و هم از نظر نقطه نظر به اصطلاح ادیان در اینجا ذکر کردن و شواهدی را از کتب آسمانی ایشون آوردن که هر کسی میتونه اونها را بخونه و در موردش تفکر بکنه. یکی از رموز خداشناسی آگاهی از عظمت جهان هستی است. نفس نزدیک نگر تمایل دارد که ما را از آنچه هستیم بزرگتر و جهان هستی را از آنچه هست کوچکتر به ما جلوه دهد. از نشانه های اختیار و آزادی انسان این است که می تواند هر چیزی را هر طور بخواهد تغییر دهد تا در نظرش زیبا جلوه نماید. محبوب ترین بهانه مردمان برای انکار فرستادگان یزدان چه بوده؟ آن منکران به خود گفتند بهترین داور شناسایی پیامبران فقها و پیشوایانند. مسئولیت رد یا قبول پیامبران را باید بر عهده آنها گذاشت. با این دروغ و به این آسانی مردمان خود را از پذیرش سخت‌ترین مسئولیت معاف داشتند. بیشتر مردمان به زبان میگویند که خوشبختی را در ثروت نمیتوان یافت، اما در عمل نشان میدهند که سرچشمه شادمانی و کامرانی را در اندوختن و انباشتن مال و منال میدانند. چه بسیارند کسانی که آرزوی ثروت این دنیای بیوفا را در سر میپرورانند اما از ثروت جاودانی بیخبرند. در قسمتی دیگر آنان که خرد و دانش را برای هدایت و سعادت بشر کافی می دانند و دین و ایمان را لازم نمی شمرند یا نفس نزدیک نگر و خودبین انسان را نشناخته اند یا آن را نادیده می گیرند. انسان به کامل ترین صورت هستی یافته،
پروردگار شمع شادمانی و کامرانی و عزت جاودانی را در روح و روان ما در کمال جلوه و جلا روشن ساخته. هدف ما و بزرگترین چالش ما در این دنیا حفظ شعله های این شمع از طوفان های نفس و هوا و هوس های فریبنده این دنیاست. همانطور که جسم ما نیازمند به غذا است، جان ما نیز نیازمند به طعام آسمانی است. بدون دسترسی به این طعام و بخشش آسمانی، زندگانی ما از آسایش و آرامش بی بهره است. اتکا به دانشمندان در امور معنوی، به خصوص خداشناسی، از این تصور سرچشمه می گیرد که دو ارمغان هوش و خرد یکسانند و حالان که بکلی متفاوتند. هوش را می توان به ظرف تشبیه نمود و عقل و خرد را به محتوای آن. چه بسا کسانی که ظرف هوشی آنها بزرگ است، اما در آن ظرف جز تعصبات و خرافات چیزی نمیتوان یافت. نفس خودخواه در همه مردمان، چه دانشمند چه غیر دانشمند، قادر و غالب و کوشاست. این نفس میتواند هر زشتی را زیبا و هر زیبایی را زشت جلوه دهد. در این قسمت ابیاتی از آثار مولوی است که البته شما عزیزان آشنایی دارید و شاید خیلی از شما هم این رو خوندید و حفظ هستید، ولی با اجازه شما چون زیاد نیست چند خط بنده اینها رو میخونم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ماندم سخت عجب کس چه سبب ساخت مرا، یا چه بوده است مراد وی از این ساختنم. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. ای خوش آن روز که پرواز کنم تا در دوست، با امید سر کویش پر و بالی بزنم. من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد تا وطنم. از تو هم و به تو آمدم. بله. ای بندگان، تن بیروان مرده است و دل بیاد یزدان پژمرده. به یاد دوست بیامیزید و از دشمن بپرهیزید. دشمن شما چیزهای شما است که به خواهش خود آن را یافته اید و نگاه داشته اید و جان را به آن آلوده اید. جان برای یاد جانان است، آن را پاکیزه دارید. زبان برای گواهی یزدان است، آن را به یاد گمراهان میالایید. در قسمت آخر که این را هم به طور مختصر برای شما میخوانم، ایشون نوشتن که بنا بر گفتار دکارت فیلسوف معروف، من فکر میکنم پس هستم. آیا انسان جز فکر چیز دیگری است؟ هرچه از ما سر میزند از فکر ماست. اگر فکر ما عوض شود همه چیز عوض می شود. بر صورت این دو جلد کتاب بسیار سودمند و مفید خواهد بود برای تمام افراد بشری از هر دین و مقام و مسلک و اعتقادی که هستند، چون جملاتی را، مطالبی را در معرض فکر اونها قرار میده که اونها در مورد اون مسئله عمیق‌تر و بهتر و با جوانب بیشتر بتوانند فکر کنند و به نتایج خوبی برسند ان شاء الله.
خیلی متشکرم جناب سبحانی، بسیار بسیار خوب و توضیحات کافی به نظر من بود. امیدوارم که مورد توجه هم زبانان گرامی قرار بگیره. من از اولیای جوانان، از پدران مادران میخواستم خواهش کنم که خودشون پیش قدم بشن در این مورد و این راهنمای زندگی رو تهیه بکنن و مروری بر او بیفکنن و به نحوی از آنها این رو در دسترس نوجوانان خودشون قرار بدن و سایر دوستان جوانی که با فرهنگ فارسی یا پارسی آشنایی دارند، موقعیت بسیار بسیار مناسبی هست که این کتابهایی که در اینجا معرفی میشه رو تهیه بکنن و به طور قطع راهنمای بسیار صحیحی در ادامه زندگی اونها خواهد.